شما در صحبتهایتان از پایگاه نظامی یادآوری کردین. من شخصا خودم در یکی از برنامه خود گفتم که من شخصا نظر مست که شما نظر مخالف دارین، من معذرت میخوایم، نظر مست من مخالف پایگاه نظامی در امریکا در افغانستان هستم. خدا هم بهتان اجر بده. شما نظر شما چیز دهی؟ دکتر صاحب محترم، خداوند امی مفکوره نکره که خودت داری امیره برای ماها هم بده، برای همگی کسایی که موافق به ای هستن که در افغانستان پایگاه نظامی باشه. خداوند نظرشان رو بدل بساد و به نظر شما نباشین. خواهش میکنم. پایگاه نظامی افغانستان دمی کتاب ما پیشتر عرض کردم براتان، دمی افغانستان و عملکردهای استعمار. بله، افغانستان و عملکردهای استعمار. بله، در این یک مضمون است به نام پایگاه های دائمی یا اشغال دائمی. این موضوع نو نیست. یک تعداد دوستای ما فکر میکنن که امروز در این 6 ماه اخیر مطرح شده، در حالی که طور نیست. در 2004 لوی جرگه در کابل دایر شد. آنهایی که در مسائل دخیل هستند اطلاع دارن که این مسئله مطرح شد. لوی جرگه داخل طرحش در روی لوی جرگه این مسئله طرح شد. در اونجا یک نفر که امام مسجد باغ بالای کارته پروان کابل بود استاد شد و بسیار به مردانگی دفاع کرد و گفت که اشغال ای کار اشغال دائمی افغانستان است، تمامیت ارضی افغانستان زیر سوال میره و ما به مخالف هستم که 2 روز بعد از طرف امنیت افغانستان گرفتار شد، زندانی شد و یک ماه بعد رها شد و این موضوع را ما در کتاب نوشته کردیم. اما چون و نو جنگا بسیار شدت گرفت، این مسئله را امریکا پس خاموش کرد و کرزی هم مسئله را مطرح نکرد. این را میتونن مطالعه بکنن دوستا ببینن. خب بیایی که ببینیم که کشورهایی که پایگاه نظامی امریکا درش است، که 110 پایگاه نظامی امریکا در جهان داره، چی رول را افاده میکنه. بیایی که از جنگ دوم جهانی ارزیابی کنیم تا به افغانستان برسیم. در جنگ دوم جهانی قوای ائتلاف پیروز شد. سر کی؟ سر ژاپن، سر ایتالیا، سر اتریش و سر جرمنی و سر ترکیه. امروز ببینید 60 سال از روز تر شدی پایگاه در اونجا موجود است. یک سال پیش، 8 ماه پیش، حکومت ژاپن تغییر کرد، صدر اعظم نو انتخاب شد و این صدر اعظم یک اشعارایشی بود که مرکز نظامی اوکیناوا را از اینجا میکشه و مردم برش رای داد که بره. وقتی که نتانست، امریکا قبول نکرد، یه آدم استعفا کرد، گفت من چون نتانستم کار درست برای ملت بکنم نبرایم. خب از این کشورها ببینید، از این پایگاه ها کیها ضربه خوردن بعد از جنگ دوم جهانی. در جنگ اول گلف، در قطر، در کویت، در فلان جای فلان جای فلان جای اینا مراکز جور کردن. حکومت های اسلامی را، مردم اسلامی را، حکومت های اسلامی خود نبود، مردم مسلمان را بمبارد کردن. در عربستان سعودی پایگاه ازی است. به چی منظور است؟ به خاطر حفظ آل سعود و منافع خودشان که تیل است. باز در از او پایگاه ها در جنگ افغانستان استفاده کردن، که در قزاقستان پایگاه جور کردن، در ازبکستان پایگاه جور کردن، در پاکستان پایگاه جور کردن و اینجا آمدن افغان ها را زدن. این حال از اونجا دیگه پایگاه جور شد که عراق زدن. از ترکیه تیارا خیست افغانستان زد، از ترکیه تیارا خیست عراق زد. این حالی پایگاه که جور میشه، اول ببینیم که ضرورتی از این چی است، چرا جور میشه. در اینجا ما 6 سوال مطرح کردیم. اول، این پایگاه به منظور از این جور نمیشه که دست پاکستان و ایران و فلان و بسمدان بگیره. ای گپانه است. اینا امروز با پاکستان تمام امتیازات افغانستان داد. شما آیت یک هفته پیش پاکستان دیدن که چی خواهشات داشت. حتی آب مسیر آب که مسئله 8 فقره‌ای. بله، که اگه صحیح باشه. بالکل نه، حقیقت است. 70 میلیارد دلار پول آب که از افغانستان به ناحق میره، 70 میلیارد اینا میگن باید اختیار. یعنی ما از خاطر گفتم که اگه حقیقت باشه که هنوز کشور افغانستان یا ارگان سیاسی افغانستان دولتیش اینه تایید نکرده که همه‌طور خواهشات گرفتن. بالکل خاموش ماندن به خاطر چیزی ندارن که برای ملت بگوین. اینا دکتر صاحب محترم، این پایگاه ها از نگاه نظامی میخواه معاصره چینه، معاصره آسیای مرکزی روسه، در بغل گوش ایران موجودیتش. ای ادعای از یا ایست که اینجا به اصطلاح اسلام گرایا و
القاعده و فلان و بسمدان دوباره نفوذ نکنه. این خو افغان ها ضمانت چه بر شما میده که اینا نمیتونن نفوذ کنن؟ شما خودتان میگین که 100 نفر القاعده زیاتر در افغانستان نمونده. آیا برای 100 نفر القاعده ضرورت عزیز که 3 تا پایگاه نظامی با میلیارد ها دلار باشه؟ این غلط است. پایگاه های نظامی در آینده بر افغانستان بسیار خطرات به وجود میاره. اولی که اگر امریکا در هر جنگ داخل میشه، همون که از این پایگاه جهانی استفاده شده، از این پایگاه هم استفاده میشه که ازم سوختش مردم و طفل افغان میباشه. یکی. دوم، شما میبینید ژاپن رو مثال دادیم، جرمنی رو مثال دادیم، ایتالیا رو مثال دادیم. اگر این پایگاه میباشه، آیا به توافق از این پایگاه حکومت های بعدی جور میشه؟ یا خارج از این توافق قضیه، یا هر حکومت افغانستان که آمد دیگه این پایگاه را بپذیره؟ در اون صورت ما انتخابات چی معنی داره؟ دموکراسی چی معنی داره؟ اگر یک قوت خارجی بیایه و دکته بکنه و بگویه که همچی حکومت اینجا باشه همچی حکومت نباشه، ما خودت اگر رای بتیم چی فایده؟ اگر زن و مرد ما رای بته چی فایده؟ فلیازا حکومت ها یا آینده افغانستان زیر سوال قرار میده، آزادی ملت سلب میشه. در اون صورت ما کاملا مخالف از این پایگاه هستیم. نه تنها که پایگاه مخالف دائمی و موقتیش هستیم، بلکه من در این تلویزیون از همه افغانهای مؤمن و مسلمان خواهش مند هستم که یک ساعت یک دقم نمانن که پایگاه با آرامی تیر بکنن. با هر چی که حتی کاغذ اگه طرفش مندازه باید پرتن و اینا را در افغانستان خارج بکنن. شکر. بیندگان عزیز، امروز روز شنبه 23 اپریل 2011 مسیحی، ما جناب داوود آبدی نماینده حزب اسلامی افغانستان و نماینده خاص امارت حزب اسلامی افغانستان در امور سیاسی افغانستان در ایالات متحده آمریکا و ملل متحد و همچنان عضو رئیس هیئت صلح حزب اسلامی در سرتاسر جهان همراه خود دارم. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با تجدید محبت و احترام و سلام ها، من فرید یونس هستم و شما تلویزیون نور تماشا میکنین. مهمان امروز برنامه جناب آقای آبدی نماینده حزب اسلامی افغانستان است. جناب آقای آبدی، به مسئله دیورند و پایگاه نظامی و اینا اگر فشرده بوین که آیا حزب اسلامی با جرگه که امروز در لندن است، نظر شما یک روشنی پس نظر شما چیست؟ دکتر صاحب محترم، قبلا خدمتتان عرض کردم که فعلا اولویت ها را در جنگ ها و در حالات مستراری در هر حالت اولویت ها را مد نظر بگیریم. فعلا من فکر نمی کنم که جرگه توانایی از این را داشته باشه که هیچ کار بر دیوران بکنه، بر خط دیوران. ما فعلا توجه خود باید به مسئله رهایی افغانستان از اشغال و از این نابسامانی و بدبختی که در سراسر افغانستان فقر، ظلم، استبداد، ملوث بودن دولت با هزارها کار دیگه که لازم نیست یاد کردن، رشوت، همه از اینا، این مسائل مهمتر است برای ما. فعلا این جرگه که جور شده، اولی جرگه تمام ملت افغان نمایندگی نمیکنه. این جرگه را کی تعیین کرده؟ این برادرها درست است که خدا اجر بدهشان اگر نیتشان نیک است، خداوند کمکشان بکنه که یک کار خیر بر افغانستان بکنن. اما من عرض کردم که مسئله دیوران و مسئله پنج ده مسائل ملی تمام افغان هاست، نه از پشتون ها تنها. هر افغانی که در نقشه افغانستان زندگی میکنه و تذکره افغانستان داره و خود افغان میشماره، به شمور اهل اونود افغانستان حق داره در این نظر بده و از اونا که سوال نکرده. فلیازا کارهای از این جرگه من فکر نمی کنم که جایی را بگیره به جز از یک شکل نمایشی شاید داشته باشه. تنها مفادی که داره همی است که عنوان میشه، اما این عنوان کردن باید به شکلی باشه که سوی تفاهم ها را ایجاد نکنه. دیگه به او اساس من فکر نمی کنم که کار جرگه به جایی برسه فعلا در شرایط فعلی.